از سید محمد علی طباطبایی پژوهشگر دینی از قم دعوت کردیم تا تحلیل ایشان را از منظر دینی پیرامون موضوع محیط زیست جویا شویم. حاج آقا طباطبایی، با سلام و عرض ادب و تشکر از شما. آقای طباطبایی، از منظر دینی و نگاه آیات و روایات محیط زیست چه اهمیتی داره؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما و بینندگان عزیزتون بزرگوارید و کارشناس عزیز دیگر برنامه جناب آقای جوادی که از دوستان عزیز بنده هستن. ممنونم، تشکر. در عصر حاضر میشه بسیار از این فجایع عدم توجه به معنویت در ارتباط میان انسان و محیط زیست. به عبارت دیگه، با توجه به نقش عمده معنویت و اعتقادات دینی در جامعه، راهکار نهایی پایان دادن به بهره برداری های بی حد و حصر انسان ها از منابع طبیعی و متاسفانه اتلاف اونها، ایجاد روحیه مسئولیت پذیری برای حفظ محیط زیست است که اون هم منوط است به رعایت تعالیم دینی. وجود مبارک حضرت حق در قرآن کریم که برای ما یکی از منابع متقن تعیین قانون و احکام در سیر زندگی فردی اجتماعی است، بعد از تبیین آفرینش آدمی فرماید که فتبارک الله احسن الخالق. لازمه این مبارک بودن مخلوق از سوی خدا عدم آسیب رساندنش به حقوق دیگران است، چه این حقوق دیگران در نسل فعلی باشند چه در نسل‌های بعد از او باشند، و یکی از این حقوق محیط زیستی است که باید به نسل‌های بعدی به ارث برسد. از منظر دین گرچه طبیعت مسخر بشر قرار گرفته، ولی این به این معنا نیست که بشر بدون هیچ قید و شرطی در تباه کردن اون آزاد باشه. امیرالمومنین در این قبال رسماً، علناً، عملاً آدمی رو مسئول میداند و میفرماید که اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن البقاء و البهائم. شما آدم ها مسئولید در حفظ، یا بهتر بگم بپرهیزید در رعایت حقوق بندگان خدا و بلاد و سرزمین هاش. شما مسئولید حتی از بقا و حیوانات. از جمله مهمترین وظایفی که در خلال دستورات و بایدها و نبایدهای شرع مقدس برای مسلمانان و مؤمنان مشخص شده، اصلاح در زمین و اجتناب از فساد در. آیات متعدد ما داریم در این قبال که آدمی را از فساد در زمین برحذر داشته. این فساد که به طور مطلق عنوان شده، منحصر فقط در روابط اجتماعی و ابعاد فرهنگی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی غیره نیست، بلکه حتی محیط زیست رو هم در بر میگیرد. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. حتی طبق نظر قرآن، عمران و آبادی زمین از جمله مصادیق اصلاح زمین است که هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، اشاره میکنه که شما مکلف به عمران است. در شریعت حق آدمی نه تنها موظف است به پدر و مادرش مهربانی کند و حقوق اونها را کنه، بلکه حتی در نازلترین نگاه دینی باید درخت بکارد، با حیوانات با رعفت و مهربانی برخورد کند، از اونها حمایت کند. رسول خدا در جای می فرماید که قرص درخت میوه صدقه جاری است. ما من مسلم یقرص قرص او یزرع زرعا فیأکل منه انسان او طیر او بهیمت الا کانت له به صدقه. حتی اگر یک انسان بخوره، پرنده بخوره، حیوان از میوه این درختی که مسلمان قرض کرده بخوره، برای او صدقه جاری است. باز هم از رسول مکرم اسلام مأثور است که هر کس نهالی را بکارد تا میوه ده. خدا به قدر میوه این درخت رو اجر می‌دهد که این هم میشود همون تحصیل فضای سبز دیگه. جای دیگه طبق نقل مرحوم مجلس در بحار الانوار، حضرت میفرماید که اگر وقت بروز حقیقت عالم بود و قیامت در حال انجام، مرگ شما هم قطعی بود و
کمترین مهلتی برای قرص و نهال کاشتن در اختیار داشته از فرصت بحثی. و در جای دیگه فهمت که هر کس درخت تشنه ای را، این نکته زیباست، هر کس درخت تشنه ای را آبیاری کنه که انا مؤمنی را سیراب کرد. مرحوم حر عاملی در مسائل شیعه از ناظرین وجود مبارک امام صادق علیه السلام نرم که حضرت به شدت از بریدن درختان ده میکرده و فرمودن هرگز درختان رو قطع نکنید که اگر چنین اتفاق بیفته خداوند عذاب شدید بر شما فرود میآورد. در همون منبع وسائل شیعه باز از امام صادق عرض نقل میکنند که حضرت میفرمایند که اصلا زندگی بدون احراز سه عامل حیاتی گوارا نیست: هوای پاک و تمیز، آب فراوان قابلش، و زمین حاصل خیز و قابل کشت و زرع. با توجه به تمام اینها که عرض کردم نشون میده که طبیعت ملک خاص هیچ یک از نسل بشر نیست تا هر طور که خواستن تصرف کنه، بلکه میراث همه بشره که باید از نسل به نسل دیگر به ارث برسه. لازمه ای امانت داری انتقال محیط پاک و سالم به نسل‌های بعدی است. لذا مبتنی بر آیات و روایات ما، آدمی در مقابل همه چیز مسئول است، چه این که به موجب احکام شریعت حتی موظف عمران و آبادانی زمین و حتی حقوق سایر موجودات هم می باشد. بله، تشکر میکنم از شما. با تشکر از سید محمد علی طباطبایی، پژوهشگر دینی که از قم دعوت ما را پذیرفتند تا تحلیل ایشان را از منظر دینی پیرامون موضوع محیط زیست بشنویم. We'll be right back.